همچون که در کنار من میبینید چهره آشنای برنامه‌های تلویزیونی ما نیکاهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب و محیط زیست با ماست. شما اینجا چی کار میکنید؟ داستان خیلی طولانیه. قرار بود که یک فرد بسیار عزیز اینجا باشه به نام فیروز نادری. فیروز نادری از دست رفت. یک برنامه فیروز نادری تنظیم کرده بود که اتفاقاً با تلویزیون ایران اینترنشنال برای آینده ایران، برای بازسازی ایران در یک ایران دموکراتیک و سکولار بیایم طرحهایی رو ارائه بدیم، از آب و محیط زیست گرفته که نقطه بحثی بود که می‌خواست در اینجا مطرح بکنه تا بحث‌های دیگر، که قرار بود در چارچوب همکاری با ایران اینترنشنال تبدیل به یک سلسله برنامه بشه برای اینکه مردم ایران آشنا بشن با اینکه میتوان آینده‌ای با امید داشت. اما اتفاق نیفتاد به دلیل اون چیزی که می‌دونیم حالا هست. اما اون باری که بر زمین مونده رو ما داریم سعی می‌کنیم از زمین برداریم و با کمک دانشمندان ایرانی که در خیلی‌هاشون در آمریکای شمالی، در کانادا هم هستن، در ایالات متحده، بتونیم برای آشنا کردن مردم با یک آینده‌ای که می‌تواند واقعیت داشته باشد در حوزه‌های مختلف از جمله آب و محیط زیست که بحران اساسی در ایران ما داریم، کاری بکنیم کارستان. پشت سر ما این دریاچه زیبای آنتاریو رو داریم می‌بینیم که محل گشت و گذار بسیاری از به خصوص شهروندان تورنتو هست. سختی که آدم اینو پشت سرش ببینه و به یاد دریاچه ارومیه در ایران نیفته که می‌دونیم چقدر نگرانی گسترده وجود داره در مورد سرنوشتش. می‌دونم که فردا هم یک برنامه ویژه اینجا دارن در مورد دریاچه ارومیه. بعد یک نمایشگاه عکسی هست از آنچه بر سر دریاچه ارومیه آمده و میشه گفت واقعا اگر مسئولان جمهوری اسلامی اینجا اومدن این رو هم خشک می‌کردن. ولی حالا خوشبختانه فقط یه سری از نمایندگانشون به کانادا راه پیدا کردن. اما دریاچه ارومیه در وضعیتی است که بایستی مردم دنیا آگاه بشن که بی توجهی به محیط زیست چه خواهد کرد. الان در یوتا این اتفاق خواهد افتاد در سالهای آینده اگر عبرت نگیرن، در جاهایی که از منابع بیش از حد مجاز مصرف بکنن، عدالت محیط زیستی رو نادیده بگیرن و یادشون نباشه که توسعه پایدار چقدر مهمه و اینکه باید هر کاری که می‌خوایم انجام بدیم ارزیابی اثرات محیط زیستی رو انجام بدیم. و امیدوارم که خیلی از کسانی که این نمایشگاه عکس رو میبینن ببینن که اون دریاچه‌ای که یک روزگاری اینقدر باصفا بود الان به یک بیابان تبدیل شده که آثار منفیش میتونه میلیون ها نفر رو در بر بگیره. چقدر احیای دریاچه ها، حالا سوال علمی هم بکنم ازتون، احیای دریاچه ها سخت هست برای اینکه به دریاهای آزاد که راه ندارن بسته است؟ آیا اصلا میشه کاری کرد مثلا دریاچه ارومیه رو احیا کنیم؟ ببین، به روزگار اول اصلا نمیتونیم نزدیک کنیم. نکته دیگر این هست که آبهای زیرزمینی اون منطقه بخشی از دست رفته. آب زیرزمینی با آب دریاچه باید یک تعادل داشته باشه. این تعادل که از بین بره، هر چقدر هم بارون بیاد اون بخشی از آب میره داخل زمین که بخواد اون رو سیراب بکنه. و نکته دیگر این که در اون محدوده شما نمک های زیادی دارین که آلوده هست به سمکش ها، به سم دفع آفت، کل اکوسیستم رو کانفیکون میکنه و این اومده پاشیده شده رو زمین های کشاورزی منطقه. ذرات بسیار ریزتر با باد میره صدها کیلومتر دورتر و مردم رو مریض میکنه. در نتیجه ما دیگه یک اکوسیستم سالمی که قبلا داشتیم رو نخواهیم داشت. اما میتونیم کشاورزی اون منطقه رو تغییر بدیم، سعی کنیم یواش یواش آب زیرزمین رو مصرفش حداقل برسونیم، صدها رو باز بکنیم، بذاریم آب روان بشه و به جای تخریب محیط زیست بیایم فکر کنیم که چگونه این میزان تخریب رو متوقف بکنیم، آروم آروم احیاش بکنیم. میتوانیم تا حدی احیا بکنیم، اما اگر اون کارو نکنیم تبریز و شهرهای اطراف دیگه جایی برای سکونت نخواهند بود و بعضی معتقدند تا 14 حتی 20 میلیون نفر تحت تاثیر آلودگی های ناشی از دریاچه خواهند بود. میدونی بدبختی چیه؟ در نظام جمهوری اسلامی محیط زیست هم موضوع سیاسی و امنیتی، یعنی اینطوری نیستش که بگیم خیلی خب محیط زیست دیگه حجاب و آزادی بیان و آزادی سیاسی نیست، یه ذره اجازه بدن کارشناسا وارد عمل بشن. دیدیم دیگه بارها کارشناسان رو، کسانی که متخصص این موضوع بودن، واسه کردن به پروژه های امنیتی، حبسای طولانی، در مواردی جانشون رو از دست دادن کارشناسان. و متاسفانه یکیشون شهروند ایرانی کانادایی بود، کاووس سید امامی، یک استاد دانشگاه که از کانادا برگشت ایران و در ایران دستگیر شد، بردنش به زندان و جانش رو از دست داد. متاسفانه شرایط سخته، اما ایرانیان کانادا، ایرانیان آمریکا میدونن که چطوری میتونن مثل اون داستان توتی و بازرگان بعضی از راه‌های احیا رو به اون کسانی که در قفس هستن منتقل کنن. با امیدوارم این چنین بشه. چقدر فکر میکنی؟ نمیدونم، تورنتو زیاد اومدی؟ نه، من اینجا زندگی میکردم. اونجا زندگی میکردی؟ شما خوش آمدید به تورنتو. خیلی ممنونم از شما. منم اینجا البته زیاد میرم و میام معمولا، ولی آخر هفته است کوتاست، من نمیتونم بگم تجربه خیلی دقیقی دارم. چقدر فکر میکنی تورنتو در مقایسه با شهرهای مهم دیگر در ایالات متحده مثل لس آنجلس و نیویورک و واشنگتن دی سی و همش آینه دقیق‌تر و روشن‌تری از ایرانی ها؟ به دو ترتیب هست. یکی اولا بخش
دانش آموخته ایران خیلی بیشتر اومدن تورنتو، چون رفت آمد راحت تر بود برای اونایی که می‌خواستن درس بخونن، ادامه تحصیل بدن. اما از طرف دیگر اون بخش دوزیست جامعه ایرانی هم هستن که در ایران ثروت اندوزی می‌کنن، در اینجام ثروت اندوزی می‌کنن و هیچ نظارتی هم برشون نمیشه. اونا رو هم اینجا داریم که متاسفانه دولت کانادا در مقابل این سیل پولی که وارد کانادا شده خیلی کم مقاومت کرده. اما اون بخش تحصیل کرده‌ای که تونسته موثر باشه و در جامعه کانادایی خودش رو نشون بده، اونها هم خیلی موثر بودن. این حالا اصطلاحی که شما استفاده کردید دوزیست، نمیدونم چقدر اصطلاح دقیقی باشه ولی خیلی عیانه توی تورنتو. تیپایی که مثلا می‌بینی این میتونست الان در تهران مثلا با یه بخشی از حکومت کار بکنه. و اینش جالبه دیگه، مثلا تو اروپا کمتر میبینی، تو ایالات متحده که تقریبا نمیبینی، ولی اینجا خیلی زیاد هستن چهرهایی که خیلی هم نگران هم نیستن، مخفی هم نمیکنن نزدیکشون رو به حکومت. نه، وقتی طرف خونه رو میتونه معاوضه بکنه با خونه در تهران، در اینجا خونه بخره و راحت زندگی کنه و کسی عملا پرسجو نکنه که چجوری این معامله انجام گرفته، خیالش هم راحته. تا چند مدت پیش بعضی از کارت بانکای ایرانی رو در اینجا دیده بودن که استفاده میکنن، در همین صرافی‌ها. خب این یعنی که دولت کانادا انگار خیلی راحت در مقابل این داستان. این یک مشکلی است که خب وقتی طرف حساب میکنه هم در ایران میتونه راحت چنین زندگی کنه، هم در اینجا، خب در اینجا زندگی میکنه که آب هم داره، خوشسالی هم نیست. ولی تبدیل به یک موضوع امنیتی هم برای کانادا شده، چون این مثلا پولهای کثیفی که در مواردی وارد کانادا میشه فقط این نیستش که فرض کن مثلا یک اولیگارشی در یک کشور اقماری روسیه یک کسب و کاری داشته که منبع اصلیش خیلی روشن نیست و پولش رو حالا آورده کانادا، اینجا مشکلات امنیتی ایجاد میکنه، تهدید امنیتی داره ایجاد میکنه. شما در نظر بگیرید که از دستیاران آقای سلیمانی، رئیس فرمانده سابق سپاه قدس، در اینجا زندگی میکرد و بعد برگشت ایران، استاندار شد و وزیر شد، وزیر سمت شد در ایران. شما کسانی در اینجا دارید که سمت‌های مختلفی داشتن و اینجا دارن راحت رفت و آمد میکنن. به نظر میاد که باید که تغییر اتفاق بیفته و مجلس فعلی هنوز در قبالش کوتاه اومده. ولی برای ماهایی که داریم نظاره میکنیم شرایط ایران رو، همطور که پیشترم گفتم یک آینه دقیق‌تریه دیگه این داره که میبینیم. تهران توه. به لس آنجلس هم میگن تهران جلس. آره. ولی تهران جلس مثلا دهه 70 لس آنجلس بیشتر. این الان خیلی بروزتر، آپدیت شده است. چه تفاوت، حالا به جز اینا که گفتم، چه تفاوت‌های دیگری، چون اینجا هم زندگی کردی، بالاخره این فستیوال هم در تورنتو هست، این شهر هم مهمه که به نظرم معرفی بشه به بیننده هامون، چه تفاوتی بین جامعه ایرانی تورنتو می‌بینی با جامعه ایرانی در ایالات متحده؟ جامعه ایرانی تورنتو تونست جشنواره به این خوبی رو شکل بده. چرا تو آمریکا نشده؟ به نظر میاد بعضی از ایرانی‌های سیاسی، جمع جبری دو تا ایرانی سیاسی بشه منهای یک در لس آنجلس، اما در اینجا نشون دادن که یک به اضافه یک بزرگتر از یک میشه در اینجا. خب این نکته مثبتی است که به نظر میاد ناشی از اون دانش بنیان بودن بخشی از جمعیتی است که اینجا اومده. اونجا هم آدمای دانشمندی داریم، اما آنچنان نتونستن موثر باشن از نظر علمی در اون محدود، وگرنه بعضی از بهترین دانشمندان و مهمترین دانشمندان ایرانی در کالیفرنیا زندگی میکردن. ولی ادغام شدن خیلیشون تو جامعه آمریکایی. فیروز نادری یکی از اونها بود. درسته. یادش گرامی، ممنونم از شما نیکانگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب و محیط زیست. اینجا خوشحالم که در تورنتو، شهر قدیمی، شما رو دوباره ملاقات کردم. ممنونم.